افغانستان در انتظار سپردن 650 زندانی بگرام از سوی آمریکا. حکومت افغانستان پس از مهلت دماش با آمریکا همچنان منتظر سپردن زندانیان بگرام از سوی نظامیان آمریکا است. اما تا هنوز یک تن از این زندانیان هم به حکومت افغانستان سپرده نشده است. نظر به تفاهم‌نامه‌ای که پیش از این میان کابل و واشنگتن امضا شده، قرار بود تمامی مسئولیت‌های زندان بگرام و زندانیان آن به حکومت افغانستان سپرده شود. اما حالا رئیس جمهور کرزی میگوید که آمریکا این تفاهم‌نامه را نقض کرده است. چرا تاکنون این زندانیان به حکومت افغانستان سپرده نشده است؟ در کنکاش امشب به این موضوع می‌پردازیم، اما در نخست گزارشی از همکار. اختلافات نظر میان کابل و واشنگتن درباره سپردن 600 زندانی زندان بگرام به حکومت افغانستان تا کنون حل نشدند. حکومت با اشاره به تفاهمنامه میان کابل و واشنگتن از این کار انتقاد میکند. بر بنیاد این تفاهمنامه تمامی مسئولیت های زندان بگرام و زندانیان این زندان باید به حکومت افغانستان سپرده شوند. اما تا کنون این 600 زندانی به حکومت افغانستان سپرده نشدند. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که در حال حاضر بیش از 70 زندانی زندان بگرام که در دادگاه های افغانستان براءت گرفتند نیز در بند هستند. موضوع توقیف اداری که یکی از مشکلات جنجال برانگیز بوده میان کابل و واشنگتن در ارتباط به ای که چیز به نام توقیف اداری در قوانین افغانستان وجود نداره و ایالات متحده آمریکا تاکید روی این موضوع داره که بعضی از افراد زندانی در زندان بگرام تهدید امنیتی هستند، اما به خلافشان اسناد و شواهدی در دست نیست، اما چون یا تهدید امنیتی هستند ایجاب میکنه که یا به مدت نامعلوم یا نامشخص در قید باشند. اما آیا نقض تفاهمنامه انتقال زندان بگرام به حکومت افغانستان بر تفاهمنامه امنیتی که گفتگوها درباره آن میان کابل و واشنگتن ادامه دارند اثرهای ناگوار بر جا خواهد گذاشت؟ ما فکر میکنم به هیچ وجه نیست. به دلیل از اینکه قرارداد امنیتی که بین دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا سرش بحث جریان داره، جدا از این بحث است، به این معنا که در پیمان استراتژیک مشخصا سر از اشارات صورت گرفته و شما خبر دارین که از یک هفته پیشتر به این طرف مذاکرات عملا شروع شد. خواستیم تا درباره چگونگی سپردن مسئولیت زندان با فرمانده زندان بگرام گفتگو کنیم، اما او حاضر به گفتگو نشد. اکنون نیروهای افغان مسئولیت امنیت بسیاری از بلاک‌های زندان بگرام را بر عهده دارند. در این زندان در حدود 3000 تن به اتهام پیوند داشتن با طالبان، القاعده و دیگر گروه‌های حراس افغان زندانی هستند. در میان این زندانیان 50 زندانی خارجی نیز هستند. سلام و وقت بخیر، با کنکاش امشب خوش آمدید. میمانان ما در این بس آقایان صفت الله صافی معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، محمد عبدو عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان و شمس الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر هستند. میمانان عزیز بسیار دوست خوش آمدید. آقای صافی با شما آغاز میکنیم. چرا تا حالی زندانیان به حکومت افغانستان سپرده نشدن؟ خب این سوال پیش ما هم است، یعنی پیش حکومت افغانستان که چرا تا به حال این زندانیا به سوی افغان ها تسلیم داده نشده، بلکه بیشتر که مورد تشویش ما، یعنی باعث تشویش ما گردیده او امتناع جانب امریکایی از رهایی بیشتر از 57 زندانی است که از طرف محاکمه افغانستان یعنی به شکل قطعی حکم براءت از او صادر شده و اونها امتناع میورزه از رهایی اینها. حالا دلایلی که اونا بر شما مطرح کردن این موضوع بیشتر باعث تشویش ما شده. رئیس جمهور افغانستان دیروز در مجلسی که با ارگانهای مربوطه داشت هدایات خاص و بالفور خود به وزارت دفاع افغانستان، بالای سر نهاد افغانستان و دیگر مراجعی که داخل در قضیه هستند برشان صادر کرد که این موضوع را از نزدیک بررسی بکنه و هرچی بیشتر اقداماتی که لازم است در این راستا صورت بگیره و گزارش شبه ریاست جمهوری افغانستان. شما تا حال موفق نشدین که دلایل را دریابین؟ خب با موضوع بند بحث خوشه پرون طول حقه دلائل خود دلتا یا موضوع دلائل که امریکایی ها بر شما مطرح کرد کدام ها بودن؟ پا این وقت که مجد بگرام در زندان در تسلیمی ده و نور در غصر دیر موضوعگانی ویچی در امریکایی جانب سر پی بحث شوی و مخی او در امریکا در ولسمشریز و انتخابات نولانده
یو سلسله مواردو چې هغه د امریکا د ولسمشر سر د افغانستان رئیس جمهور د ویډیو کانفرنس لاره شریک کړي، هغه غوښتنه کړې و چې دغه مواردو باندې باید زما انتخاباتي کمپاین ده او د دین وروسته به انشاءالله په دې باندې وغږیږي. ولې فکر نمی کنه زمانی که یک سال گذشته تفاهم نامه در مورد ای زندان میان شما و امریکایی به امضا رسید، همه چیز حل بود. حالا که اینا سرباز میزنن بانن که گرد ما تکمیل شوه، یعنی جانب افغانی اگر بگویم تا دو ماه یعنی بیشتر در این راستا نظر به تعهدی که شده بود ما اصرار ما یا فشار ما را به قدر سری موضوع نوردیم، با وجودی که اقدامات و اجراتی که لازم بود به خاطر تسلیمی کاملی زندان به شکل طبیعیش به پیش می رفت، اما حالی که دو ماه هم سپری شده و راپور جدیدی که یا گزارش های جدیدی که دیروز در مجلسی که برای جمهوری افغانستان وجود داشت در اوجه مورد بحث قرار گرفتن، مواردی بود که واقعا به جانب افغانی قابل قبول نبود و از این خاطر اعلامیه که دیروز از رسمی جمهوری صادر شد در نخستین روزها هم زمانی که باید به هر چیز رسید این زندانی ها را در قدم نخست بر شما انتقال ندادن یا نسپردن. شما بیشتر خوشبین بودین که این روند آهسته آهسته انجام میشه. بالاخره چطوری کار نشد؟ یعنی در کل اگر اینطور بس کنیم که تفاهم نامه ای را که امضا کردین شما خوشبین بودین که این را آمریکایی ها اجرا میکنن، حالا چرا سرباز میزن از تفاهم نامه؟ تو خبری تو ارخونه دیدی موضوع یو داده چه ای امریکایان د زندانیانو د تسلیم اولو نه یا د زندان د تسلیم اولو نه انکار کوي یا یې موږ سره نه دي منلي. فکر کوم چې د تفاهم نامه درویه کله چې دوی امادګي نیسي چې موږ سره دغسې یو تفاهم نامه ولري نو دغسې یو اراده هغوی په نس هم وجود لري، اما تو حاله که زندانیان د تنفیظ په برخه کې یا د تطبیق په برخه کې موانع ایجادوي، زه فکر کوم دا د افغانستان د حکومت لپاره د تشویش وړ. به نظر شما دلایل عمده چی است که اینا نمیپذیرن؟ ښه، هغوی یو مورد فرزند اداری بند موضوع ده چې هغوی وایي چې بعضی زندانیان چې په هغوی باندې دلایل وجود ونه لري هغوی باید په زندان کې وساتل شي پرته دلایل نه، اما دغه موضوع دغسې یو مورد ده د افغانستان د محلي یا ملي قوانینو سره په ښکاره په تضاد کې ده. یعنې موږ په خپلو ملي قوانینو کې داسې څه نه لرو چې موږ پرته د پیش از امضای تفاهم نامه حل نکردین. ببینین ما امین حال هم آماده استیم حکومت افغانستان که در مورد بندی داری یا محکومیت یا نگه داشتن بعضی از افرادی که خوب تهدید امنیتی تلقی می شوند در بند، ما سرازی با گفتگو با جانب امریکایی آماده استیم و حتی خواهان ازیستیم که شما فکر میکنین که این نکته مشکل را برانگیخته؟ نه، نه تنها پیش از امضای تفاهم نامه کار انجام نداد. باید صریح باشیم، نه تنها این نکته. حالا در کل اگر فکر میکنین که مواد از این تفاهم نامه مشکل داره، خب پیش از این حل میکردین بعدش امضا میکردین تفاهم نامه. ببینین تفاهم نامه کلیات یک موضوع را در بر میگیره، تفاهم نامه هیچ مشکلی نداره، موضوع تطبیق است. وقتی که جانب امریکایی از تطبیق تفاهم نامه به شکلی که با امضا رسانیده با جانب افغانی در تفاهم نامه امریکایی ها مشکل پذیرفتن؟ ببینین این مشکل تفاهم نامه نیست، بلکه این مشکل در تطبیق اگر اشاره کنین شما است. گفتین که یکی از مواردی که مشکل ایجاد کرده همین است که شما اشاره کردین که اونا فکر میکنن افرادی که مظنون هستن بر ازی که تهدید میکنن امنیت ملی آمریکا را اینا باید در بند باشن، اینا شما در تفاهم نامه پذیرفتین؟ حال مشکل با او افراد نیست، ما هم آماده هستیم که سر از این گفتگو صورت بگیره و ما هم یک مخرج قانونی را یعنی با مشوره حقوق دانای کشور قانون دانای کشور به این موضوع رای حل پیدا بکنیم. اما تفاهم نامه در این مورد چی میگه؟ اما تشویش ما را که بیشتر می‌سازد. ببینید شما تفاهم نامه در این مورد چی میگه؟ خب این مشکل را شما پیش از این هم حتما پیش بینی کرده بودید. شما یک موضوع، اما مشکل ما امروزی نیست، مشکل ما 57 زندانی است که از طرف محکمه افغانستان برات قطعی گرفتن، چرا اونها رها نمیشن؟ حالا شما فکر میکنین که مشکل تعدید امنیت ملی کنا فکر میکنن ایجاد کردن، اما همه نه، این افرادی است که در او لیست شامل نیستن، در افرادی که تهدید امنیتی تلقی میشه علیهشان موارد وجود نداره. حالا چرا اینا را رها نمیکنن؟ سوال است. در این جوازی خاطر ما میگیم که این موضوع میتونه که شما تفاهم نامه را دوباره بررسی کنید؟ نه، این موضوع بررسی تفاهم نامه ایجا نیست، تطبیق تفاهم نامه است. ما و جانب امریکایی متحد هستیم و متحد باید باشیم که مواردی که در تفاهم نامه به خاطر تسلیمی زندان باگرام آمده او را به شکل
احسنش و به وقتش تطبیق بکنه. میپذیرین که نکاتی که باید پیش بینی میشد جا داده نشد در تفاهم نامه و امروز شما جنجال دارین بالاش؟ حالا ما یک سوال است، موافق هستین؟ ما بر تو میگم که مشکل 57 نفری که برائت گرفته در لیست او افراد نمیآید، در افرادی که باید بند اداری برشان داده شود چرا رها نمیشن؟ مشکل ما ای است امروز. این مشکل بر نمیگرده به تفاهم نامه. اصلا در تفاهم نامه واضح گفته شده، در تفاهم نامه واضح گفته شده که خب سرنوشت زیاد توسط مراجع عدلی و قضایی افغانستان روشن میشه، اما افرادی که یون چیزی است که در تفاهم نامه آمده، بله، افرادی که اونها در لیست تهدید امنیتی بدون موجودیت دلایل شامل است، جانب افغانی آماده است که سر از واق بحث و گفتگو صورت بگیره، ما یک مخرج قانونی را برشان پیدا بکنیم، اما این افراد خارج از اوست. این کارها که صورت میگیره بعدش انتقاد شما را برمی‌انگیزه، مخصوصا شخص رئیس جمهور که این تفاهم نامه را نقض کردن. این نکات هم در تفاهم نامه آمده و شما فکر میکنین که رعایت نکردن. چرا نقض کردن؟ کوتاه اگر شرک این را باید شما از جانب آمریکایی بپرسین، نه از طرف ما. فکر نمیکنین که اونا متحد نیستن برای آنچه که امضا میکنن؟ طرف فکر میکنم در خب در اظهارات حکومتی نباید فکر کردن باشه، بلکه از او باید پرسان کنین که چرا ایران نقص میکنن. حالا فکر نمیکنین که در قدم نخست این وظیفه شماست که شما از طرف ما از طرف خود آماده هستیم که تمام میکنن. مسئولیت هایی که جانب افغانی در تفاهم نامه به دوش خود گرفته، ما آماده هستیم که به او تن بتیم، به وجه احسنش و به وقتش انجام شما به متحدان بی باور هستین؟ ببینین ما با متحدان ما نه تنها در یک راستا کار میکنیم، بلکه متحدین ما اگر ما در یک شق یا در یک بخش امرایشان اختلاف داریم، و اختلاف به خیر اردوی ما طرف ما اردو طرف است، به این معنا نگه داشتن افغانها، داشتن زندانها در خاک افغانستان با بیشتر از 10 سالی که یادری جبوده و بالخصوص پروسه انتقال جریان داره، فکر نمیکنم این به خیر و و و و و به سمعه نیروهای بین‌المللی در افغانستان باشه. حالا شما فکر میکنید که پس از 10 سال یا 11 سال متوجه شدین که نقض حاکمیت ملی است؟ ببینین شما در 2001 نی اردو داشتین در افغانستان، نی پلیس داشتین، نی حتی یک اداره که بسیار ناشی از یک انتخابات آزاد و برای مردم آباده باشه نداشتین. ما در 10 سال سفر طولانی را طی کردیم و در حدی میرسیم که آهسته آهسته افغان ها مسئولیت های ملی شان میگیره به دوش خود و ما با استقلالیت کامل میریم. بدون شک استقلال ما زیر سوال بود. آقای عبدو فکر میکنین که چرا این تفاهم نامه نقض میشه از جانب امریکایی ها و این زندانی ها سپرده نمیشه به طرف افغان ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و دوستای محترم ما و بینندگان تلویزیون شما عرض سلام و ادب دارم. ببینین چند تا مشکل بسیار جدی امروز علاوه شده بر مشکلات جدی که دامنگیر افغانستان هست و او مشکلات هر کدامشان در دوام جنگ در افغانستان تا کنون نقش ایفا کرده و رول عمده خود داشته و از جانب دیگر این مشکلات باعث شده که یک مقدار فاصله بین مردم و در مجموع بین دولت افغانستان گاهی فاصله های به مشاهده برسه و از جانب دیگر امکانات دنیا به جایش به مصرف نرسه و اینا یک پیف و میل شوه و هم اعتبار دولت در پیشگاه مردم به عنوان یک دولتی که فساد دامنگیرش هست و با مواد مخدر مبارزی فوق العاده و چشمگیر صورت نمیگیره و تعهداتی که بین افغانستان و باید بین حمایتگران دولت افغانستان با گذشت هر روز بیشتر و تنگتر شوه، این تفاهمات هم یک مقدار زیر سوال میره. اینا همیشون پرسش هایی است که معمولا در ذهن مردم افغانستان و در ذهن خود دولت مردان افغانستان و در ذهن خارجی ها سپورت کنندگان و حامیان اصلی دولت فعلی افغانستان ای خلجان میکنه. در این قسمت ما بارها در مصاحبه های قبلی خودم این موضوع یاد کردیم که متاسفانه دولت افغانستان به صورت عام، حکومت افغانستان به صورت خاص نتوانست که یک زبان مشترک و تفاهم فی ما بین خود و حامیان خود در طی اینو 10 ساله ای را پیدا بکنن، تا اینی که بر اساس پیدا کردن این زبان تفاهم،
اینا سنگبناهای یک تعمیر بلند و سربفلک کشیده را بگذارند تا اینی که دوستی های افغانستان و جامعه جهانی در حالت تزاید و در حالت افزایش باشه. این زبان تفاهم پیدا نکنه، باعث میشه که به صورت یعنی به شکل زود هنگام تفاهم نامه به امضا برسن، بعد اینا متوجه مشکلات به یقین. شما فکر بکنین که امی که همیشه یک سری تنش ها بین دولت افغانستان و دولت ایالات متحده آمریکا، بین افغانستان، بین انگلستان، بین افغانستان، بین آلمان، بین افغانستان، بین کانادا، بین افغانستان و بین استرالیا و بین افغانستان و کشورهای منطقه به وجود میاد، اینا همیشه ناشی از این است که دولت افغانستان نتونسته که یک زبان مشترک پیدا بکنه. امروز جانب افغانستان بیشتر محتاج به حمایت جامعه جهانی است. به خاطر چی؟ اول زیرساخت اقتصادیش از بین رفته، دوم دولتش یک چیزی که متلاشی شده بود از اساس از پایه جدیدن ساختن بشه، و از جانب دیگر یک دشمن خطرناک دیگه هم در کمین نشسته که و هر لحظه از ما جان افغانا رو میگیره، و توریسم از همه به عنوان یک پدیده خطرناکی منطقوی جهانی امروز مرکزش و در واقع تقریبا لبه تیزی شمشیرش بازم به جان افغانا مشخصاً در با همه این مسائل. من یک نقطه رو فرصت بدین، من میخوام با توجه به این مشکلات امروز نیاز مبرم جامعه افغانی و دولت افغانی است که اینا باید با جامعه جهانی یک رای تعامل و یک رای تفاهم باید پیش بگیرن که اونا را هم بتونه کمکایشان جلب بکنه و هم در واقع بتونه مشکلات حل بکنه از مسیر. حالا مشخصا در مورد تفاهم نامه فکر میکنین که مشکل اساسی در کجاست؟ دو طرف میشینن مذاکره میکنن، پای یک تفاهم نامه امضا میکنن، بعدی باید تطبیق شه. شما باید دارین زمانی که تفاهم نامه به امضا رسید باز هم نگرانی ها در موردش مطرح شد، اما نماینده ویژه آمریکا در مورد افغانستان گفتن که ما متحد هستیم برای اجرای از تفاهم نامه. امروز که تفاهم نامه اجرا نمیشه یک مشکل ایجاد میکنه و به گفته رئیس جمهور افغانستان از جانب آمریکا نقض میشه، مقصر اصلی کی است؟ اینجا شما ببینید که من دقیق حالا این رو باید از جانب آمریکا یا کسایی باشن این رو باید پاسخ بدن، و از جانب دولت حکومت افغانستان هم دوست به نظر شما کدام عوامل فکر میکنید نقش داره که بالاخره رعایت نمیشه؟ از امروزی که تفاهم نامه فی مابین هر دو حکومت به امضا رسید، نگرانی ها از امول لحظه مطرح شد که گویا دولت افغانستان زندانیان از اختیار آمریکا خارج خواهد کرد، اینا یک تعداد آدمای جانی، قاتل، قاچاقبر، دشمن جان افغان هاست، اینا را به یک نحوی خاص به خاطر زیی که بتونه یک امتیاز را برای مخالفین مسلحه دولت افغانستان اونا را بیشتر تشویق و ترغیب بکنه به خاطر زیی که بیا به پروسه صلح بپیونده، شاید یک مجموعه از اینا را آزاد بکنن. و این سر و صدا از امروزی که تفاهم نامه امضا شد بلند شد، هم از جانب نهادهای داخلی افغانستان و هم از جانب خود آمریکایی‌ها نگرانی خود اظهار کرد که نشود ما زندانیانی را که به هزار یک مشکل گرفتار کردیم، بیشترین هم مردم افغانستان به خاطر دستگیری از اینو یک جمع جماعت کشته شده و هم خارجا کشته شدن، ما اینا رو با هزار یک زحمت گرفتیم آوردیم در داخل محبس انداختیم، نشود که دولت افغانستان بی مهابا و بدون توجه و بدون مکس و بدون محکمه اینا رو آزاد بکنن. و دوست محترم ما فعلا همینجا گفتن که 57 نفر و شما در گزارش خود گفتن 70 نفر، حالا تفاوت آماری و قشاعت ممکنه مهم نباشه، شاید یا ای یا اوش یا بین از اینا یک چیزی باشن، ولی که اینا هم یک تعداد کمی نیست. هنوز کس نمیفهمه که بین از اینا چی تعداد کیا هستن. واقعاً اینا سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفتن 75 نفر. 70 میخوایم در اینجا مداخله بکنم. 57 نفر هستند، یک اشتباه صورت گرفته، البته ما با مطبوعات یک چیز داریم. بله اونجوری که بله سخنگوی رئیس جمهور مطرح کردن آمار دقیق هدایت دادند که شما با مطبوعات اینا این تعداد 57 نفره کس نمیفهمه که این 57 نفر چی افرادی هست، اینا را چطور سارانوالی محکمه نهادهای عدلی و قضایی افغانستان پیش زی که اینا را در اختیار خود قرار بدن، اینا را رسما محکمه علنی بکنن و پیش از پیش وقت براءت از اینا را صادر میکنه، اینا خود به خود یک سری نگرانی ها را هم برای خارجی ها خلق میکنه و هم برای کسانی که امروز در چوکات دولت هستند. یعنی شما فکر میکنید که قابل نگرانی است افرادی که در بند آمریکایی هستند اینجا از جانب حکومت افغانستان براءت میگیرن؟ ای چنانچه در گذشته هم کم و بیش اینا باید تلاش کنن که بذار اونا را بگیرن بعد کم و بیش چون این مورد از جمله یک کسی را که ما مشخص نام میبریم، کسی به نام مولای دستگیر بود از بادغیس، در عملات انتحاری دست داشتن، در قتل عام مردم بادغیس دست داشتن، اما آزاد شد. وقتی که آزاد شد پس رفتن در صفحه مخالفین. اینی تو یک سری موارد بودن که این موارد همه از اینا یک مقدار شبهه ایجاد کرده، و امیدوار هستیم که در این مرحله ما منایسی کسی که امروز
جزء دولت افغانستان هستیم، منافع دولت هم ما هم مکلف هستیم باید دفاع بکنیم. از اون طرف منافع دولت افغانستان چیست؟ منافع دولت افغانستان نهفته است در تامین منافع مردم افغانستان. در واقع مردم است که صاحب دولت هست، صاحب نظام است. پس بنابراین هرگاه ما اگر تلاش کردیم منافع مردم را تامین کردیم، خود به خود منافع دولت افغانستان تامین شما فکر میکنین که یکی از عواملی که آمریکا نقص کرده یا نخواسته کار انجام بده مسئله رهایی زندانیان از جانب افغانستان؟ شاید یکی از نگرانیش می باشه که نازو آقای مزایر شما چه فکر میکنین که آیا میتونه مسائل نقض حقوق بشر هم میتونه تاثیر داشته باشه که آمریکایی‌ها نخواستن زندانیا را بسپارن به حکومت افغانستان؟ تشکر. ما در نخست سلام و عرض ادب می‌دارم به بینندگان محترم برنامه کنکاش. در این رابطه باید عرض کنم که اصلا ما این موضوع را از دید حقوق بشری می‌بینیم. اصلا بعد از اینکه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1386 قانون محابس و توقیفخانه را نافذ کرد، در دومین ماده از این تصریح شده که سلب آزادی متهم با اساس قرار سانوال در توقیفخانه ها صورت میگیره. دولت مکلف بود از سال 86 در زمانی که قانون نافذ کرد به خاطر تامین حقوق ادباش در رابطه با افرادی که در پیش نیروهای خارجی بودند این تدبیر میگرفت که متاسفانه بسیار دیر عمل کرد. تفاهمنامه امسال صورت گرفت و قانون در سال 86 نافذ شد. همین عملکردها در مغایرت با این ماده قانون بود. و از طرف دیگه به اساس قوانین اسناد تقنینی بین المللی که دولت افغانستان با او متحد است، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، یعنی کنوانسیون است که دولت افغانستان او را پذیرفته، در این تصریح شده که هر کسی که به اتهام جرایم گرفتار میشه او حق داره که به یک محکمه به دادگاه پیشکش و به دسترسی به محکمه عادلانه داشته باشه. متاسفانه اشخاص و افرادی که گرفتار میشه تنها دولت افغانستان فعلا در صدد است که مسئولیت اداری زندان بگیره. تنها مسئولیت دولت به این ختم نمیشه که مسئولیت اداری زندان بگیره، بلکه دولت وجایب و مکلفیت های دیگری هم در قبال اشخاصی که آزادیشان سلب میشه داره. همین جمله تعیین سرنوشت. تعیین سرنوشت در جمله اساسی ترین حقوق است که وقتی یک فرد به اتهام هر جرم گرفتار میشه باید در میاد معینه که قوانین افغانستان تصحیح کرده باید تعیین سرنوشت شود. البته بر مبنای قوانین چقدر فکر میکنین که واقعا دلایلی که آمریکایی‌ها مطرح میکنن قناعت بخش است؟ نظر و آنچه که برمیگرده به امنیت ملی خودشان، میگن که فردی که مظنون باشه برای تهدید امنیتشان اینا را میتونن نگهداری کنن. تقاضا از او است، ولی ما باید از دید قوانین نافذه کشور صحبت کنیم. ما اصطلاحی را در قوانین نافذه کشور خود نداریم. ما سه اصطلاح داریم که مظنون است، کسی که به حساب سوی زن گرفتار میشه از طریق مراجع کشفی کشور، متهم است که وقتی از طرف سانوال باعث متهم شناخته میشه دلایل نسبی پیدا میکنه. زمانی که شما به قوانین افغانستان اشاره میکنین باید ایره فراتر از زندان بکرام مطرح کرد، تا زندان گوانتانامو اونجا هم ادبای افغان زندانی هستند. اینجا باید حکومت افغانستان که کار کنه. حکومت افغانستان به اساس احکام قانون اساسی افغانستان تصمیم میکنه که مکلفیت حمایت از حقوق ادبا در خارج از کشور مکلفیت دولت است. بدون شک حمایت از حقوق ادبا ولو در داخل باشه در خارج این مکلفیت دولت است و دولت باید در مطابقت با احکام قانون در میاده که در سطوحی که قانون برش احکام کرده تصریح شده باید عمل کنه، ولو در هر جای باشه، در گوانتانامو باشه، در کشورهای دیگه باشه. حالا دوباره پرسش اساسی، چقدر فکر میکنین واقعا که اینجا مسئله حقوق بشر یا نقض حقوق بشر میتونه مطرح باشه؟ که خب اونا تصور کنن که اگر اینا سپرده شن به طرف حکومت افغانستان امکان داره که شکنجه شون، یا دریافت های شما چیز دیگه ای را نشان میده که امکان داره خود از اونا شکنجه ای را انجام داده باشن؟ مسئله شکنجه مسئله دیگه است که ما به خاطر از اینکه نگرانی از دید شکنجه داشته باشیم باید ما کار اصلاحی در قسمت بهبود ارگان های عدلی و قضایی خود بگونه کنیم که عملکردها در این ادارات در مطابقت به احکام قانون پیش برده شود. ما نباید با نگرانی از اینکه شکنجه شود یک نقص عقل بشری کنیم، یک کتلی از افراد در یک حالت بی‌سرنوشتی قرار بدیم. در این مورد اگر
اسنادی وجود داره که تخلف صورت میگیره از قانون شکنجه صورت میگیره شکنجه یک نقض سری حقوق بشری است که هم در قانون جزای افغانستان هم به مسابقه یک جرم پیش بینی شده در تو موارد متخلفین باید به مراجعه دیو قضایی معرفی شو که تا حالا پس اگر فکر میکنین که اینو قدر مورد توجه نیست و نمیتونه قابل بحث باشه چرا که آقای عبدو شورا کرد که نگرانی را که آمریکایی از رای زندانیا دارن این میتونه بیشتر مطرح باشه نظر به قوانینی که شما اشاره کردین نظر به قانون اساسی افغانستان و دیگر قوانینی که شما برش پرداختین واقعا چقدر در رهایی زندانی ها تا حال از جانب حکومت افغانستان این قوانین در نظر گرفته شد امید گرانی پیش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم وجود داره ما نه تنها در رابطه با افرادی که در زندان بگرام در سلب آزادی قرار داره بلکه در مجموع در مورد تمامی ادبای افغانستان حتی خارج از ادبا یعنی ادبای خارجی که در محلات سلب آزادی افغانستان در مجموع قرار داره ما خواهان تطبیق دقیق و عینی قوانین نافذ کشور هستیم به خاطر از اینکه هر قانونی که نافذ میشه بر مبنای یک هدف مشخص میشه قانون محبس و توقیف خانه ها نافذ شد در دومی سیومین مادهش نوشته است که انفاذ یکی از اهداف انفاذ از قانون رعایت حقوق بشر است پس وقتی که قانون رعایت شوه تطبیق و رعایت قانون بشر در واقع یک نوع تضمین است برای تامین حقوق بشری افرادی که در معارض سلب آزادی قرار دارند در این راستا ما نگرانی های را در رابطه با سایر محلات سلب آزادی کشور هم داریم که متاسفانه مشکلاتی هم وجود داره در بسیاری موارد در بسیاری ولایت ها ما اصلا محلات سلب آزادی محبس نداریم ما بسیاری ولایت ها را داریم که متاسفانه جمع کثیری از محبوسین از ناگزیری ها در اتاق های رهایشی کرایی که به هیچ وجه ما نمیتونیم یک خانه که برای نشیما برای رفع مشکل یک فامیل اعمار شده در حدود 200 300 نفر افراد متخلف و افراد بندی در اونجا در سلب آزادی قرار بودیم به خاطر از اینکه هدف اساسی سلب آزادی اصلاح مجرم است و معرفی مجدد از به جامعه مناس یک فرد نرمال ما نمیتونیم 400 نفر در یک محلی که برای 20 نفر جور شده در اونجا یا را حفاظت کنیم و پروگرام های اصلاحی را در مطابقت به احکام قانون پیش ببریم حالا شما فکر میکنین که ضعف هایی است که باید برش پرداخته شد ضعف هایی است که دولت باید ضعف هایی است که دولت باید همزمان باید که وقتی قانون اساسی نافذ شد عملکرد خود در مطابقت با احکام قانون اساسی عیار می ساخت وقتی قانون محبس و توقیف خانه نافذ شد دولت مکلف بود که قانون حکم میکنه که دولت مکلف است در هر واحد اداری خود در سطوح ولایت یک محبس و ذکور و یک محبس و ناصیه داشته باشه و شرایط هم در قانون محبس و مقرری محبس و توقیف خانه پیش بینی شده این کارها به وجه حسنش صورت نگرفته نگرفتم چون بسیار تشکر همکاران ما اشاره میکنن که وقفه داریم پس از وقفه این بحث همچنان ادامه داره باز هم خوش آمدید شما بینده کنکاش هستید آقای صافی چقدر واقعا فکر میکنین که نگرانی آمریکایی دقیقا از رهایی زندانی هست و از عدم توانایی شماست خب من فکر میکنم که یا جانب آمریکایی با ما چنین تشویش نگفته تشویشی است که ایجاز هار میشه در موضوعی که مستقیماً ربط داره به حاکمیت ملی افغانستان وجود زندان خارجی و نگه داشتن اتباع افغانی تحت هر عنوان توسط خارجی ها در یک زندانی که کاملاً از اداره افغانستان جدا باشه این چقدر ربط میگیره با موضوع حاکمیت ملی افغانستان یعنی شما فکر میکنین که این کار خب باز هم عرف رئیس جمهور افغانستان شما میگین که نقض حاکمیت است و تاکید میکنین بدون شک ده بله میخوایم امیجا در گزارشی که آمده گفته میشه که اینا بر بازداشت های خود ادامه دادن اگر این ادامه پیدا کنه میخواین چه کاری انجام بدین کی ها آمریکایی ها ز فکر کنم پس از امضای تفاهم نامه البته بله ز فکر کنم چه ما د خپل موقف ته حکومت د افغانستان د حکومت وایو چې د افغانستان د ملي حاکمیت نقض دی بله ایره هم میپذیرین که خب نقض حاکمیت است اون چې شما مطرح میکنین پس فکر میکنین که چی کار باید شد د ټولو ممکنه لارو څخه بده یو ش تفاهم پر پزا کې مونږ کوشش وکړو چې امریکایي طرف ته قناعت ورکړو
او هغوی مش سره د افغانستان دغه حقه غوښتنې ومني او د دغه کار څخه لاس واخلي. چقدر خوشبینی هستین که قناعت شما را یعنی شما میتونه نور قناعت بتین. کله چې د بازداشت موضوع راځي حتی په تفاهم نامه کې ذکر شوی دی چې دوی حق د بازداشت لري په هغه مواردو کې چې هغه استثنایی موارد دي خو بندي به افغان لوري ته سپاري. ګوري دلته یو بله موضوع ده، تاسو وایي چې د دوی ویره د بندیانو د خوشه کېدانه ده. څلور زره یا د دې نه زیات یا کم بندیان په بګرام زندان کې د تیر لس کلنې جګړې پر مهال ساتل شوي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې دا څلور زره ټول مجرمین دي پرته د دې نه چې ما او تا د میډیا د لارې په دوی د مجرمینو حکم وکړو؟ که نه، داسې یو مرجع باید وي چې د دوی جرم او براعت ثابت کړي او هغه اړوند ادارې دي، څارنوال، استخباراتي سرچینې، امنیتي ځواکونه، قضا. یو باید دلایل ټول کړي د الزامیت په یو مجرم باندې، بل باید دوسیه ورته برابره کړي، بل باید پریکړه کړي. فکر میکنیم که دلایل میتونه به نظر شما معجب باشه که زمانی که به خاطر پیشبرد مذاکرات صلح شما از پاکستان میخواین که طالبان را رها کنن وقتی که بعد از شما قرار بگیره رها میکنن؟ آقا یو استثنایی از صلح پروسه پورې اړوند لري، ولی دغه زندانیان دا جدا موضوع ده. اگر بتین فکر نمیکنین افرادی که بعد از رست شما باشن به سادگی رها میکنین نسبت به پاکستان؟ شاید دهقانان وی بده که بعد سول پروسه که چرو لولو بای وزمه دز رسر، شاید دهقانان نیول سی وی ده بازی ولایتون رو لسی با بگرام زندان که پراته. اما امکان داره که افراد شاید خطرناک هم باشن؟ خطرناک افراد سر بعد افغانستان حکومت هیچ دول او به هیچ وقت که تساهل بونه کنی. اما چطور شما از پاکستان میخواین که افراد خطرناک رها بلکه 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 د هغوی سره به د قانون پر بنسټ باندې او د هغه میکانیزم ځانګړی میکانیزم چې قضا ده. یعنی زه یو اطمینان د دې تلویزیون د لارې غواړم چې همې خارج ته او همې داخل ته ورکړم، هغه دا دی چې افغان حکومت به د سیاسي پریکړې پر بنسټ د بګرام زندانیانو سره تعامل نکی. پردیمانه بسیار کوتاه اگر شاره کنین وقتی که میرین به پاکستان سفر میکنین و از اونجا میخواین که تو سقه خبر از دید که مرا دخیل و زد زمان ستا بحث به بگرام زنده مستقیم داره به رهایی زندانیان و او هم طالب ها فکر نمیکنن که طالب ها در زندان بگرام زندانی هستن. میپذیرین نیره؟ آقا تو دوم رای آقا نه امین دکتر هم میپذیرین؟ زدر توایم آقا زندانیان در پاکستان په هیواد که نیول شویدی در پاکستان عدلی سیستم پوری آلا لری در آقای در زندان پوری آلا لری او موش گفتن چه ده آقا در سیاسی پروسی در مختلف افغانستان در خارج افغانستان باید قسمی کار صورت بگیره که وارد افغانستان شون یا به افغانستان سپرده شون. شرط نده چه وارد افغانستان شون. در شرط نده چه وارد افغانستان، بلکه اجازه بدید اونها نظر به قانون اشاره کنن. در قید حقوق نباید دفاع کرد. در شرط نده چه قوی را اولید. شما برمیگردید. قانون اساسی افغانستان به گونه تصحیح شده که مکلفیت حمایت از حقوق اتباع در خارج از کشور مکلفیت دولت است. دولت باید زمینه حقوق چگونه از کدام راه؟ مثلا دولت باید این زمینه را که دسترسی به یک محکمه عادلانه داشته باشه مایع بسازه. دولت باید دولت باید خود متقین بسازه که وکیل مدافع دار نداره. دولت باید خود متقین بسازه که گرفتاری زی در مطابقت با احکام قانون قانونیت دار نداره. دولت باید خود متقین. بالاخره وقتی که شما حق شما مطرح میکنین اونا باید موارد قضاییش پیگیری شود. بدون شک بله. آقای صافی زمانی که طالب از پاکستان راه میشن گفتم شک شما نمیدونید که به کجا رفتن. بالاخره از اینجا که راه میشه چطور میگین که نظر به قانون افغانستان این را محاکمه میکنه؟ مشپوی گوچه چرت تلیلی دیزی فکر کنم در سوال دالی شورا دقا وقتنا دا تصادفی نده، یعنی پر دیمانان ده چه پا دقا ورزبانی دا تصمیم نیول شوی دیده لپاره مخی طول اغا مهم و لازم اقدامات چه باید ده دقا پروسه سر عمل وی اغا پا نظر که نیول سوی دی او دا پاکستان لوری سر شریک شوی دی او دغه پر بنسټ دوی خوشی شوی دی فکر کوم. اما زه نه غواړم چې نور دلته تفصیل ته ولاړ شم که از ما مسؤلیت نه دی. دوباره در مورد توانایی و توانایی حکومت افغانستان به خاطر نگهداری د افغانستان حکومت ټول توانایی یعنی په هر برخه کې قضایی لاسرسی عدلی د ځای د دوی د حقوقو یعنی د یو عادلانه محاکمې د ټولو ضرورتونو په فراهم کولو کې پوره توان لري، ټول آمادګي لري او لکه څنګه چې لري په دغه موده شما چگونه یې افره مطرح کنین؟ شما نگرانی ما را شنیدین که از زندان پل چرخی عملات انتحاری طراحی میشه. اما نشدن ما گرفتار کردیم. حالا اما گرفتار کردیم دشمن کوشش میکنه و چشم بیدار حکومت افغانستان مقامات امنیتی افغانستان سرشانه است.
نمیتونن به هدفشان برسن. شما فرار زندانیان را از قندار و از سر پل برات دارید. هر کس در زندان باشه کشتی فرار میکنه. اما خب وقتی که موفق میشه زفت نمیتونن. بکی برمیگردن. ز فکر کنم چه در بگرام زندانیان لپاره دغه مسائل ته نشه دخیله ولای په دې موضوع کې چې د قندار نه زندانیان وتختیدل. ز فکر کوم دا د افغانستان د ملي حاکمیت پورې اړه لري. اغه یو پیښه و چې تکرار سو د باندې نشم کولای چې یو جنایي یو جرمي یا د تساهل یا د سهلنګاری پیښه او هغه هم چې ډیر بودونه ولري هغه باندې د افغانستان ملي حاکمیت نقص کړم. دا هیڅ وخت دلیل نشي جوړېدلای. د باګرام د زندان لپاره خاص بلاکونه هم هلته موږ نه غواړو چې دوی راوړو بل ځای ته. هم دلته د پولیس چرخي په زندان کې یعنی حتی دوی ته په غذا کې یعنی استثنایی مینو په نظر کې نیول شوی د افغانستان دولت لخوا استثنایی مینو ټول عدلي ټول قضایي ځانګړي دغه ورته جوړ سوي دي چې باید په عاجله توګه د دوی دوسیې وڅېړي. نو زه فکر کوم دلته سوال نه پیدا کیږي چې موږ یو څوک پرته د دلایلو څخه په بند کې وساتو هغه هم چې هغه تهدید امنیتي نه وي لکه چې په اداري بند کې چې هغوی ورته شاملیږي او زه فکر کوم نه څوک کولی شو چې مجرم هغه خوشي کړي. آقای عبدو فکر میکنین که چقدر اینجا مشکلات خلق میکنه زمانی که یک تفاهمنامه از جانب یک متحد افغانستان نقص میشه و او را رعایت نمیکنه؟ فکر نمیکنین که خب میشه تصور کرد که تفاهمنامه بزرگتری که پیش رو است یا پیش از این به امضا رسیده اینا میتونن نقص شوند و پابند بر اجرایی شدنشان نباشن؟ درست است. من یک چیز در ذهن من با عنوان سوال مطرح است. نمیفهم من از شما سوال بکنم شما باز از یک از دوستا لازم دانستین سوال بکنین. همی 57 نفر که براءت پیدا کرده تا کنون مشکل گبی بوده که زندان بگرام به دولت افغانستان تحویل ندادن زندانیا را به تحویل دادن در مجموع اگر تحویل داده تقریبا خب 300 چند هزار زندانی بوده 3000 چند صد 3000 چند صد بله اینا رو امی 650ش باقی مانده امی 600 امی 57 نفر در بین امو تحویل شوینده های جانب افغانستان بوده یا نه اینا رو در بین 600 نفر بوده تحویل ندادن بله اجازه بدین آقای صافی اگر ادلا دارن اگر اینا در اختیار دولت افغانستان بوده بعد محاکم سر دوسیه از اینا کار کرده اینا برات گرفته خب باز یک صورت قضا پیدا میکنه اینجا پاسخ واضحه از زمانی که اینا ادعا میکنن که آمریکا اینا را راه نمیکنه پس تحت کنترل از اوناست دیگه اگر یک وقتی دیست از اونا بوده اینا دوسیه از اونا شتو بررسی کرده من نمیفهم میرم من به خاطر دسته اینم یک سوال بود بله آقای صافی خوش یا صحبت کنم من این سوال شان جواب میدم سوال منو بس نمی روشن شو بعد هر زندانین چه افغان لوری ته تسلیم شوی دی چه درې زره او سل خوشا یعنی چه وړاندې بحث پیښوي دی یعنی موږ ته تسلیم شوی دی اداره هغوی دوسیو ته لاسرسی د هغوی نظارت مراقبت دا ټول مسایل زموږ په غاړه دي صحیح ده دغه شپږ نیم سوه چې پاتې دي د هغې ته حتی هغې موږ لیدلی هم نشو اما چطور ما دیدم نمیتونیم اونها را یعنی جانب افغانی دغه کسان چې دي دا په دغې درې زره او سلو کې شامل دي ځکه چې بلاکونه په بګرام زندان کې دي هغه اخیری چې څوک خوشې کیږي یعنی موږ سره خودي موږ کنټرول لرو په زندان باندې دوی ته لاسرسی لرو دوی سره د تحقیقاتو د ټول مسایل زموږ په غاړه دي ولې دغه کلي د زندان تر اوسه امریکایي سره ده دا باید واضح ووایي تمام زندان بګرام دغه یعنی بلاکونه موږ ته تسلیم شوي دي افراد که د این بلاک ها وجود بله حضور دارن یعنی کلی چې ده یو څوک خوشې کیږي هغه تر اوسه امریکایانو سره ده ما خودم بسیار زیاد گیج شدیم الان خدا در ارتباط اینا که در اختیار دولت افغانستان بوده کلی امی 3100 نفر یا کمتر بیشتر زندانی هایی که تحویل داده در اختیار دولت افغانستان باشه پس اینایی که براءت گرفته حتما دوسیه شه نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بررسی کردن اینا رو براءت دادن صلاحیت آزادیش هم دست خود باید وزارت دفاع باید باشن نه خارجی اینا که باید باشه چطور مثلا اینا نمیتونه او را آزاد بکنه حالا اینا اشاره میکنن که مسائل اینا تماس دارن با او افراد و دوسیه‌هاشون را میتونن بررسی کنن اما صلاحیت راه کردنش اینا ندارن نه خو اینا 650 نفر به اینا تسلیم نکردن متباقیش خود تسلیم کردن این 57 نفر هم در جمع همون 3000 نفر است وقتی در جمع 3000 نفر است در اختیار دولت افغانستان است دوسیه‌اش بررسی کرده برایت هم داده امروز آزاد بکنه چرا آزاد نمیکنه حتما من فکر کنم که من پیشتر عرض کردم منظور من از طرح سوال مشکلی بود که هنوزم نتونسته دولت افغانستان مشکل تمام معنا مسئولیت را بگیره به یقین حتما یک سری مشکلات در این وسط موجود هست و امیدواری ما من حیث نماینده مردم همیست که رئیس جمهور محترم افغانستان
که در واقع ممثل اراده کل مردم افغانستان است، در جای شک شبهه وجود نداره. احترامش من حیث فرد اول دولت افغانستان برای همه ضرور هست. و از جانب دیگر ایرم رئیس جمهور افغانستان در اینجا امی سوال مطرح کنم که اگر این 50 چند نفر در جمع 3000 نفر باشه یا 600 چند نفر باشه، مشکل اساسی است که اینا رها نمیشن. حتی 650 نفر هم که 50 تاش خارجی است و 600 شام تبع افغان است و طرف افغانستان سپرده نمیشن، بالاخره همش برمیگرده به این جا که مشکل در تطبیق تفاهم نامه است. اینجا فکر میکنین که مقصر اصلی کی است؟ به یقین حتما ما فکر کنم، چون ما در او جریان مذاکرات پشت پرده نبودیم و قرارم نداریم. برداشت ما ایسته که حتما نگرانی را آمریکایی‌ها دارن از این که امی تعداد نفر را که میخواه آزاد شوه، پیش آمریکایی‌ها اینا حتما یک سری دوسیه و اوراق قرار دارن که او دوسیه اوراق به هیچ وجه نمیمونه که زندانی آزاد شوه. به همون خاطر حتما ما پیشتر عرض کردم دولت افغانستان شاید ممکنه به خاطر چراغ سبز نشان دادن به جانب مخالفین مسلح یک جمع جماعت از اینا را آزاد بکنه تا اینا یک باب مذاکره، یک باب گفتگو، یک باب دیالوگ باشه بین اینا، چنانچه از جانب دولت پاکستان آزادی یک تعداد مبوسین طالب خواستن. وقتی اینا از اونجا بخواهد به طریق اولا از زندانهای داخل افغانستان اینا کشن در اختیارشان قرار بگیره، به خاطر حسنیت یک جمع جماعت شاید ممکنه. اما آقای صافی اشاره میکنن که مسئله پاکستان و رهایی از اینا تفاوت داره با زندانیان بکران، چون در داخل افغانستان هم کسایی گرفته میشه، اینا به چی دلیل گرفته میشه؟ یا اینا اصلا قاچاقبر مواد مخدر است که فعلا بندی است، یا اینا اعضای طالبان هست، یا اینا اعضای القاعده است در افغانستان. به یقین دیگه مجرمین کان داره افراد عادی باشه، دیگه مجرمین عادی به یقین که اینا حتما در اختیار خود دولت افغانستان قرار میگیره در زندانای معمولیش است. که من از این فرصت میخوایم استفاده بکنم و که گپای جناب احمدزاده صاحب میخوایم تایید بکنم، واقعا دولت افغانستان در طی 11 سال به صورت جمع نتونست که زندانهای معیاری را در سر تا سر ولایت افغانستان به صورت عام و حداقل در سطح زونها به صورت خاص اینا اعمار بکنن و زندانیان را در اونجا بانن. و اونم منظور از زندان کردنم اصلاح است، بهبود آمدن در وضعیت اخلاقی زندانیان است که تا پس اینا به صورت سالم تحویل جامعه شوند. بدبختانه ببینیم که کسی بدر امروز دولت افغانستان میگیره در کنج محبس میندازن و از اون طرف زمانی که آزاد میشه به مراتب جانتر و جریتر. دو عامل وجود داره برای ازی که امریکایی ها نخواستن که تفاهم نامه اجرا شه. اول رهایی زندانیان که بیشتر خطرناک هستن از جانب حکومت افغانستان، و دوم هم عدم توانایی حکومت افغانستان برای کنترل از این، و اینکه جای خوب یا زندان خوب نتونستن بسازن. چند چیز از شما در نظر بگیرین. من البته سه تا مشکل ما نمیخوایم بگم که اینا واقعا مشکلات هستن که تام از در قضایه. اولین امی آزادی زندانین بدون ملاحظه به جرمشان یک نگرانی است که هم شهروندان افغانستانی را داره و به یقین شاید ممکنه اونایی هم که دستگیر کرده این مشکل داره. دوم مشکلات در قانون نافذی افغانستان است که شاید شما در جریان باشین. امیال فعلا سر میز نهادهای کشفی و عدلی و قضایی افغانستان سه تا قانون به ارتباط رسیدگی با مجرمین موجود هست. دولت افغانستان تازه قانون اجرات جزایی تایید شده افغانستان به پارلمان روان کرده تا این به تصویب برسه. موضوع سوم فسادی را که معمولا همه مطرح کرده، تا رئیس جمهور محترم افغانستان هم میگن، وکلا هم میگن، مردم هم میگن که در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان یک سری فساد موجود است که فساد هم یک مقدار به نگرانی مردم افزوده کرده. بسیار تشکر. نگرانی شما را از اضافه میپرسیم. و این چیزی را میگم میخوام عرض بکنم است که در قسمت ساخت زندانهای استاندارد و معیاری دولت افغانستان مکلفیت ویژه داره که در این راستا باید تلاش بکنه. ما چند روز جلوتر به مزار شریف رفتیم، در ترکیب اقایت واقعا اونجا وقت دیدیم یک فاجعه است. نزدیک به 1000 نفر در داخل دو اولی زندان است. اولیایی که کاملا یک مجموعه زن سرش باز است در سن اولی زندگی می کنند. بله، شما فکر میکنین این بزرگترین زخم در حالی که ولایت مزار شریف یکی از ولایات دست اول و درجه اول افغانستان. در اونجا وقتی ما زندان معیاری نداشته باشیم، پس بنابراین ما چگونه میتونیم در لوگر، در خوست، در بادغیس، در بامیان یا مثلا در نیمروز یا در هلمند داشته باشیم؟ بسیار تشکر. آقای احمدزی، بعضی از نهادها نگرانی خود را در مورد محتوای از این تفاهمنامه مطرح کردن زمانی که تفاهمنامه یک سال پیش به امضا رسید. دیدگاه نهاد شما چی است در مورد از این تفاهمنامه؟ آیا واقعا به مو خواستای دو طرف پرداخته شده بود در آغاز یا نه؟ اگر شده بود چرا امروز مشکل خلق میشه؟
محتوای تفاهمنامه افشا نشده که 100% در اختیار ما قرار گرفته باشه که ما او را در مطابقت با احکام قانون نظر بدیم در مورد کوتاچی در مطابقت با منافع ملی افغانستان است یا در مطابقت با احکام قانون اساسی افغانستان است. ما میخوایم یک مسئله را که قبلا شما سرزی تشویل داشتیم و وکیل صاحب سرزی اشاره کرد، این باز هم ناشی از اجراءات غیر قانونی ادارات ماست که یک تشویش برای مردم خلق میکنه. اگر در رابطه با همین 57 نفری که آقای صفایی میگه که از طرف محکمه برشان به برادرشان حکم صادر شده، اگر در مطابقت به احکام قانون اساسی امی رسیدگی جلسات از یا علنی می بود، مردم در جریان قرار می گرفت، از طریق رسانه ها مردم در جریان قرار می گرفت، یک نوع باورمندی ایجاد می شد. امی اجراءات جلسات سیری که گرفته میشه در تناقض با قانون اساسی افغانستان است و هم چون معضلات ایجاد میکنه. تقاضای من مونس یک مضافی حقوق بشری است که در افغانستان باید جلسات علنی باید باشه. در جلسات علنی بودن جلسات اول یک همون نقایصی که در جلسه میباشه مرفوع میشه. یک نفر با واقعا در مطابقت با احکام قانون دسترسی به یک محکمه عدلانه صورت میگیره، اون علنا متعین میشه به نهادهای حقوق بشری که واقعا متهمی که جلسه تحت رسیدگی قرار داره او وکیل مدافع داره. جرم با عملی که گرفتار شده، این عمل در قانون جزای افغانستان به مسابقه جرم قبلا پیش بینی شده، وسایل معیارها و اصول محاکمه عدلانه رعایت میشه. به این خاطر در این مورد آل امی تشویشی که نگه وجود داره قانون اساسی رعایت نشده. اگر قانون اساسی رعایت میشد جلسات علنی می بود، اصلا امی تشویش وجود نمی داشت. و ما نظر من ایست که نظر من نیست که حکم قانون نمیست. وقتی که از طریق محاکم به بیگناهی شخص حکم صادر شود، دیگر نگاه داشت از در مالات سلبی آزادی از نظر اصول معیارهای حقوق بشری یک عمل خلاف حقوق بشری است، خلاف قانون اساسی افغانستان است، خلاف قوانین ملی و بین‌المللی. یک زندانی با معیارهایش در بند نباشه بعدش جرم شمرده میشه بدون شک. بدون شک آقای احمدزی، چقدر فکر میکنین واقعا پس این مشکلات دست را به هم داده که سرانجام این تفاهمنامه عملی نمیشه؟ این مشکلات یک شما بیشتر فکر میکنین که اینجا آمریکا هم مقصر است؟ یک بدون شک هر کسی که در تناقض با قوانین افغانستان عمل کنه و به شما مشکلات حقوق بشری را ایجاد کنه، برای ما اون چیز است، تخلف داره، ملامت است. به این خاطر اصلا هدف ما ایست که طرفین باید به رعایت قانون ملزم شناخته شود. وقتی که در کشور ما اساسی ترین حقوق افغان در قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده، باید تاکید بیشتر سر تطبیق قانون اساسی افغانستان شود و تفاهمنامه‌ای که دولت صورت میکنه باید در مطابقت با محتوای قانون اساسی افغانستان باشه. چقدر شما این نکته را گوشزد کردین بر حکومت افغانستان یا بررسی‌هایی را که شما انجام دادین سرانجام یافتین که این ضعف‌ها وجود داره در زندان ها یا یک حقوق بشر نقص میشه که شما گزارش هایی را داشتین و سازمان ملل متحد هم گزارش هایی را داشتن؟ واقعا شما این مسائل را رساندین اما توجه نشد. از طریق از این تلویزیون طلو بعدها مراتب کارمندان مختلف حقوق بشری در رابطه با می مشکلات هایی که در عرصه اورانه عدلی و قضایی وجود داره، بخصوص در معاملات سلب آزادی، بخصوص در تاخیر در تعیین سرنوشت متأمینی که گرفتار میشه، این هم از طریق طرق مختلف، اما از طریق رسانه های موضوع به مراجع محترم دولتی پیشکش شده، از طریق پیشنهادات رسمی که ما تای مکاتب رسمی موضوع را با مراجع محترم عدلی و قضایی تا اداره محترم امور ما این موضوع را در جریان قرار دادیم که وقت ما نظارت میکنیم، نتایج نظارتی خود به خاطر رفع مشکلاتی که ما در محل میبینیم الا طيب یا خود ما میریم موضوع رو با مسئول اداره شریک میسازیم که ما نظارت کردیم همچون تخلفات وجود داشت که اونا باید هدایت بدن مراجع زیر ربط خود در قسمت رفع زو، و یا بعضا ما کتبن این موضوع رسمی با مراجع عدلی محترم با مقام لوی سرمولی با مقام سر محکمه حتی با تادیاست محترم اداری امور ما این موضوع ارسال کردیم و اسناد مکفی در اداره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. بسیار تشکر آقای صافی. شما شنیدین که اکثریت مشکلات را که اشاره کردن متوجه شماست، حتی اونا مشوره یا بررسی های را که انجام دادن بر شما مکتوبن و کتبن سپردن اما توجه نکردین. فکر میکنیم که یار شما متوجه امام حسازین، فکر میکنم او گفت که نگه داشته یک زندانی بعد از حکم محکمه در زندان جرم است. ما میره میخواییم که کسایی که به براتش حکم میشه
برابر از در داخل محاکم افغانستان باشه زندان افغانستان که ما اجازه نمیتیم که او را نگهداری بکنیم و یا پیش امریکا باشه. اشاره کردن شما میدونین که مسئله اما میم مسئله موضوع شما میارایش هست. بله من فکر میکنم تخطی هایی که در زندان افغانستان صورت میگیره شاید حوادث فردی باشه، من این را رد نمیکنم، باید صادق باشیم با مردم خود، اما من حیث یک عمل منظم یا کارکرد منظم در زندان افغانستان ما سراغی نداریم و افرادی که متهم به چنین نقض حقوق زندانی میشه یا زندان میشه اونها را ما پیگرد یعنی تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار میدیم و نمونه های زیادی در این راسته وجود داره. موضوع بله، نمونه های زیاد وجود داره، چقدر فکر میکنه واقعا امینا باعث شده؟ موضوع دوم ما رسیدگی میکنیم. من برد گفتم هر فردی که به شکنجه زندانی یا به نقض حقوق یک زندانی در هر زندان متهم باشه حکومت افغانستان او را تحت تعقیب میگیره. هر زمانی که چنین موضوع یا حادثه از هر جنایی یعنی از طرف ادارات حقوق بشر یا از خود طرف زندانی یا هر کسی که باشه ما او را تحت پیگرد قرار میدیم، یک موضوع. اما ما برد بهش هم گفتم که حوادث فردی شاید باشه اما نه یک عمل منظم در زندان های افغانستان، یک موضوع. دوم، با بعد از اینکه زندان باگرام و ای بندیا تسلیم افغانستان شد، رئیس جمهور افغانستان یعنی به شکل استثنایی حکم صادر کرد که تمام مؤسسات مربوط به حقوق بشر و حقوق زندان و میتونه از زندان به شکل متداوم دیدار بکنه و ببینه که حکومت افغانستان به شکل حقوقی زندانی ها را مراعات میکنه و ما چقدر ملزم هستیم. ما فکر میکنم که هیچ دلیل وجود نداره در این راستا که ما در تعامل ما با زندانی هایی که از طرف امریکا به جانب افغانستان تسلیم میشن ما کوتاهی قانونی یا حقوقی یا اداری در حقشان بکنیم. حالا پس این موضوع را فرض مثال در زندان کنر یک حادثه میشه، یعنی یک حادثه شکنجه وجود داره فردیست، او را ما بیاریم دلیل بگیریم سر نتسلیم بودن زندانی های باگرام به جانب افغانی ریشه یابی میکنن که خب همین مشکلات آقای عبدو در مورد ولایت بلخ اشاره کردن که بله. زندان مشکل داره و چقدر فکر میکنن که واقعا همین مشکلات باعث میشه که چون این کار صورت نگیره؟ ما متعهد بودیم و تعهد ما بس اثبات رساندیم به جانب هم به کسایی که ناظرین حقوق بشر هستند، به سازمان های حقوق بشر و هم به طرف مقابل ما که به طرف بین‌المللی ما در مورد زندانی های باگرام یا زندانی هایی که از خارجا بر ما تسلیم داده میشه اجراعات استثنایی صورت میگیره که هیچ نوع دلیل پیدا نشه که مانعی پیشبرد یا استمراری روند شود. یک نکته را پروسه کاملا افغان فرصت اندک از در یک دقیقه اگر اشاره کنید، شما که بیشتر نگران نقض حاکمیت ملی افغانستان هستین و اشاره میکنین که زمانی که آمریکایی‌ها بازداشت میکنن فرد افغانی را، این نقض حاکمیت از زمانی که زندان داشتن باشن نقض حاکمیت است. حالا آمریکا میخواد پس از سال 2014 نقش خود را یا ماموریت خود را تغییر بده، مخصوصا در مبارزه میخواد که مبارزه با توریسم باشه، یعنی هر فردی که تهدید باشه اینا میگیرن مستقیم زندانی میکنن. شما اینجا نگرانیتان در کجاست و چگونه میخواین که مشکل را حل کنین که حاکمیت افغانستان نقض نشه؟ فکر میکنم به چگونگی موجودیت آمریکا بعد از سال 2014 در افغانستان مذاکرات جریان داره در این راستا، فکر میکنم خب ای پیش از وقت است، اما حکومت افغانستان فکر میکنم واضح ساخته که اصل حاکمیت ملی، یعنی اینو کادر شما در تفاهم نامه جا میتین بدون شک ما در نظر میگیریم و خود ملزم میدادیم با پای بنده. آقای عبدو یک دقیقه، چقدر فکر میکنین تبعات روی تفاهم نامه بعدی داره این مسئله؟ گرچه مسئول بخش حقوقی مشاورت ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان گفت که تاثیرات منفی روی پیمان همکاری های امنیتی فیما بین دولتین افغانستان و ایالات متحده آمریکا این مشکلات نداره، اینا در جریان گفتگوها و مذاکرات قابل حل است، چون وقتی که دو تا دولت دوست با هم بتانه مشکلات خود روی میز مطرح بکنه و حل بسازه راهش موجود است. و ما من حیث یک نگرانی می‌خوایم عرض بکنیم که دولت افغانستان باید بیش از
هر خارجی دیگه متوجه شرایط زمانی و شرایط مکانی امروزی افغانستان باید باشن. اینا باید به گونه‌ای تلاش بکنه که قدم به قدم ما هرچی به سال 2014 نزدیک میشیم روابط بسیار حسنه بین خود و بین جامعه جهانی باشه که تا امیدواری را برای مخالفین مسلح بیشتر حل نکنه. گرچه سال 2014 انشاءالله سال خوب خواهد بود بر مردم. بازم سپاسگزار هستم از حضورتان در این بس و همچنان از شما بیننده عزیز. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، شب خوش. خدا.